اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. سید لباس سرخ غضب بر تن میتازد، چشمان خون گرفته او تاریخ را نمی بیند. او حکم می کند که بگیرید، او حکم می کند که ببندید. با آنکه روزگاری در جمع عاشقان یک چند پرسه می زد، با آنکه ادعا می کرد در آستان حضرت مولانا کشکول عشق را از شعر ناب پر کرده است، اینک ولی شمشیر مرگ در دستش بر جمع عاشقان میتازد. سید چه سرنوشتی داشت؟ یک روز همنشین معرا بود، امروز هم صدای حبیب الله است. در کوچه باغ‌های وکیل‌آباد قلب قدیمیش بر سینه درخت جوانی پیداست. در قلب رهبرانش اما جز نقش کینه پیدا نیست. دستور داده است یاران عشق را در محبس ولایت قاصب بر سفره شکنجه بمیرانند. ملی به مذهب او معنای کفر دارد، مذهب به مکتب او مدح و ثنای حضرت آقاست. از یاد برده است پیش از ظهور حضرت او صدها نه صد هزاران از جمع تاجداران شمشیرشان برنده تر از او در آتش شقاوت خود سوختند. سید باور نمی کند دیوارهای زندان همراه با ولایت او می ریزد. علیرضا نوری‌زاده، جمعه، روز بزرگ تاریخی ملت ایران، روزی که ملت ایران به خاک افتادن ابراهیم آیت خون رو فریاد کرد. روز 28 خرداد ما به یاد داشته باشید، 28 خرداد رو و همینطور 18 ماه ژوئن رو. ژوئن روزهای متعددی داره، روزهای تاریخی داره. 14 ژوئن رو داریم، 6 ژوئن رو داریم، 24 ژوئن رو داریم. خیلی از این انقلاب‌های کشور عربی در این روز اتفاق افتاد. اما ملتی با صندوق رأی قلابی رژیمی رو خرد کنه، از فردا شما فکر می‌کنید سید علی آقا اعتباری داره در خارج؟ درسته، غرب منافق میشینه با عباس عراقچی گفتگو میکنه، به نتیجه میرسن حسن نصرالله هم در حال مرگ صاحب پول میشه، اصحاب اهل حق صاحب پول میشن، خیلی ها خلاصه صاحب عزت و اعتبار میشن. اما آن کس که تمام اعتبار رو از دست میدهد مردی است که روزگار جوانی نگاه دیگری به دنیا داشت. و چطور این قدرت خانم در همون شب اول خوردش کرد؟ به قول سعید سیرجانی نازنینم که از قربانیان همین دوران بود، اون مرد شیخ صنعان رو خوب شناخت و قدرت خانم هم خوب شناخت. و امروز شاهدیم که میبینیم چه خبره و دوستان ما مرتب از ایران هم به من زنگ میزنن گزارش ها رو به من بدن که چه خبره.
اجازه بدید اول چند تا گزارش رو از امروز با هم نگاه کنیم، بعد دو تا مهمان عزیز دارم که یکیشون برای اولین بار تو برنامه من میاد، یک بانوی از نسل جوان. اول گزارش رو ببینیم. حتی دیگه میگن که دو سه تا از همسایهاتون رو بیارید فقط بشناسنتون میتونید رای بدید، نه به جمهوری اسلامی، نه به رای، نه به جمهوری جنایتکار خائن. امروز روز انتخابات ریاست جمهوریه، این هم صف طرفدارای رژیم یه شهرک کاملا سپاهی که برای انتخابات صف بستن، تعدادشون نشون میده که خودشون هم دیگه طرفدار رژیم نیستن. الان ساعت یکه، این فیلم دومی که برات دارم میفرستم. ببین هیچ کس تو این حوزه انتخاباتی نیستش، تازه این حوزه برای خانواده سپاهی هست، بچه ها دارن در اونجا بازی میکنن. اینا وضعیت رای دادن مردم، همه کش کردن تو خونه خوابیدن، هیچی رای نمیده. صدا دادن انتخابات فومه، هیچ کس اینجا نرفته، هیچ کس نیست اینجا خلوت. ستاد انتخابات تو تهران سره، کلن نگاه کنی دو نفر توشن، اینو هم وضعیت همشون مشخصه. همه مسجد برای رای گیری خدا یک نفر هم نیست، یعنی هیچ کس نیست. دم مردم گرم خوده، هیچ کس دارم نیست، یعنی هیچ کس نیاده از صبح تا بعد یه نفر هم نیاده. الان ساعت 12 هست. اینجا مشهد، صحن انقلاب، ملت دوست داشتنی ما در حال رای دادن. یکی از شهرستان های استان لرستان الیودرج، یه عده‌ای اومدن اینجا رای نمیدن و نشستن دم در، اینا هستشون در بیاد. اینا بیش از 10,000 نفر که اصلا ویزا رو گفتن برمیدارن بین ایران و عراق، این بود بیش از 10,000 نفر آوردن از عراق، از همین اصائب و غیر و غیره، و با لباس ایرانی و با مدل ایرانی، خب فرق میکنه یه مقدار، و خانم ها هم همینجور. اینا رو میبرن در حوزه های متعدد تقسیم کردن، یه دفعه 500 نفر بفرستن به این، کارشون هم نگره. توی تلویزیون بودم، فرانسه 24، خبرنگارش از ایران گزارش داد ساعت 7 شب شما و اعلام کرد که نه 4 بعد از ظهر شما اعلام کرد، الان که 7 شبتون، اعلام کرد که از وزارت کشور آمار دقیق گرفته 5% اهالی تهران تا حالا شرکت کردن. اون وقت میخوام تو 12 شب ببرن برای خنده بیشتر مردم. درود به شما ملت بزرگ، سرفراز و سربلند باشید که ندای تحریم رو لبه گفتید. بسیار جو. من فکر میکنم 100 میلیاردی که آقای خامنه‌ای به رئیسی داد دود شد رفت هوا. چون فکر کنید اینا در بدترین شرایطشون 20 میلیون رای داشتن دیگه، در 10 میلیون که آدمای خودشون بودن یه 10 میلیونی هم رای میدادن. آمار دقیق رو من بهتون روز دوشنبه خواهم داد دقیق. اما اجازه بدید خوش آمد بگم به دو مهمان عزیزم، سرکار خانم چالش، بانوی از نسل بعد از ما، نسل انقلاب. بله چالاک آیه چالاک، بله ببخشید من خدمتشون دفعه اول ریختم، خانم چالاک. و
همینطور جناب آقای حمیدخان آصفی عزیز. با اجازه بانوی گرامی از حمیدخان شروع میکنم. یه خورده خب بالاخره ریش سفید و موی سفید و اینا از تجارب او بهره میگیره. حمید جان، به عنوان یک روزنامه نگار، یک محقق، یک آدمی که به هر حال موت و سپید کردی در این راه، البته از ما خیلی جوان‌تری، ما نسل قبل از تو بودیم، چه دیدی توی شهر و چه احساسی داری الان؟ خب داده هایی که از روزهای گذشته و رصدهایی که ما از جامعه آماری رأی و نظرسنجی های متعددی که از ایسپا، از ایسنا، از خود نهادهای حکومتی و یه سری نظرسنجی هایی که ولی اون چه که به هر حال به لحاظ تجربی، حسی، شهودی و اون رفت آمدهایی که آدم با شهر میکرد و توی جامعه میکرد، این بار شاید از تو برنامه شما گفتم، یک بار گفتم من قول میدم به شما که این انتخابات یک انتخابات بی فروغ و سرد و شاید در ظرف این 42 سال یکی از رسواترین و بیفروغترین و با یک تحریم ملی مواجه خواهد شد. تجربه امروزی که ما در سطح شهر گشتیم، مناطق مختلف رو به هر حال گشتیم و دوستانی که در مناطق مختلف هم به ما گزارش دادن، اون چیزی که ما دیدیم واقعا سردی، عدم استقبال و اینکه جاده های به سمت شمال یه مقدار شلوغ، خارج از تهران یه خورده شلوغ، همه رفت حالت مسافرت باشه. خیابان ها هم به شدت خالی از ماشین هایی که همیشه پر ازدحام بودن و چند جایگاهی که چیز رأی سنتی و تبلیغاتی حاکمیت بود نشون داد که واقعا اصلا از دم در صفی بیرون بسته نمی شد. آقای آصفی، من تصویری از جماران دیدم، شگفتی زده شدم. یعنی حوزه جماران خالی خالی بود، جایی که به هر حال نماد سمبولیک داره. معمولا رژیم در انتخابات قبلی اینجا جماران و همینطور حسینی ارشاد براش خیلی مهم بود، تمام روزنامه‌نگارهای خارجی رو بردن حسینی ارشاد، البته امروز هم این کار رو ساعت 5:06 میکنن. ولی کلن شما شاهد لبیک مردم به تحریم بودی. به اعتقاد من این اتفاق افتاده و از روز شنبه برگ مهمی از صحنه سیاست ایران ورق خواهد خورد و ما وارد یک فصل جدیدی خواهیم شد که تحلیل های سنتی تاکنونی روی جنابندی های جمهوری اسلامی این یک تغییر اساسی خواهد کرد و نیروهایی هم که به هر حال دل در گروه ایران و تغییرات ساختاری دارن، بحث رو دیگه از تحولات حاکمیتی خارج خواهند کرد و به سو و سمت تغییرات اجتماعی، جنبش های اجتماعی خواهند برد. ما روز شنبه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، ما وارد یک فاز دیگری خواهیم شد و اونجاست که باید یک تعریف جدیدی از ساختار جمهوری اسلامی مجددن با توجه به تغییر آرایش سیاسی که داره رخ میده. حالا من سوال میکنم راجع به اون، خانم چالاک، شما به عنوان به هر حال یک جوان نسل انقلاب، با توجه به انتخابات قبلی چه حسی داشتی و چه حس میکردی با دیدن خیابان؟ در انتخابات قبلی تقریبا شرایطی که حاکم بود، چه قبل از اینکه حالا روز رای گیری باشه، جاهایی که تبلیغ انجام میدادن، ستادهایی که بودن، خب فعالیتهایی داشتن. چند روز پیش که روز چهارشنبه که من سطح شهر بودم، واقعا بحث تبلیغ ها وجود نداشتش، فضا کاملا سرد بود. همونطور که خب آقای رئیسی هم اومدن توی مناظره اعلام کردن، گفتن که با شما دو قطبی ایجاد نمیشه، خب در عمل همین اتفاق هم افتاد. امروز هم که واقعا فضا فوق العاده سرد بود. خب قابل پیش بینی بود این قضیه،
طبق اون اتفاقاتی که افتاده بود و روندی که پیش آمده بود به این چند مدت، این فضا قابل پیش بینی بود. و اگر که من فکر میکنم خب یه سری افرادی که در وابسته به رانت و قدرت هستن و منافعشون از اون طریق تامین میشه، اگر میتوانستن برای یک بار هم شده به منافع ملی نگاه میکردن و در کنار مردم به جای اینکه سر تعظیم در برابر قدرت فرود بیارن به منافع ملی میاندیشیدن و در کنار مردم قرار می گرفتن، عده‌شون هم زیاد نیست البته، خیلی عده قلیل و محدودی هستن اینها، می شد که اونها هم در کنار مردم فردا رو یک روزی برای خودشون برای شروع فصل جدیدی که در حاکمیت رقم خواهد خورد، در کشور رقم خواهد خورد و اتفاقاتی که ما فکر میکنم که بعد از فردا، حالا فارغ از این که حالا بخوایم پیش‌داوری کنیم، درسته که میدونیم چه شخصی قرار هست از صندوق بیرون میاد و علائم و شواهد نشون میده که چه چیزی رقم خواهد خورد، ولی فارغ از این که حالا چه شخصی بخواد بیاد بیرون، میتونستن در کنار مردم مطالبات ساختاریشون رو، مطالباتی رو که مردم میخوان و بحث تقویت جامعه مدنی رو دنبال بکنن. آصف جان، یه چیزی که به نظر من خیلی جالب بود، آقای همتی، من اطلاعاتی که به دست آوردم، ایشون رو به بیت برده بودن و بهش گفته بودن باید نامزد بشی و حق استعفا هم نداری. اما علی‌رغم این آقای همتی اندک اندک جون گرفت، مثلا تو کلاب هاوس طوری حرف میزد که آدم میگه این برنده انتخابات داستان خاتمی تکرار خواهد شد. این توهم از کجا ناشی بود که وقتی اصلاح طلبان هم نتونستن به یک جمع 30 نفره برسن یا 30 تجمع که از ایشون حمایت کنن، و شگفتی برای من آقای خاتمی بود که آیا آقای خاتمی رم حالا ایشونو به بیت نمیبرن چون ممنوعه، ولی آقای تیمسار نجات از ایشون هم دیدن کرد، همونطور که از آقای احمدی نژاد دیدن کرد و از آقای جهانگیری و آقای لاریجانی. و نمیدونم آقای خاتمی چرا در این لحظه این ضربه رو خواست به خودش بزنه که اون اندک اعتباری که هنوز نزد بعضی ها داشت اونم از بین بره. چرا اصلاح طلبان دوچار چنین توهمی شدن و دوچار چنین اشتباه خوانی؟ ببینید آقای خاتمی و آقای کروبی، شما بالاتر از این برید، آقای کروبی که 11 سال در حصر و تمام این سرمایه مبارزاتی خودش و مقاومتی که به عنوان در حصر داشت به باد داد و آمد از آقای همتی حمایت کرد. آقای خاتمی هم حالا در دور گذشتم حتی اگر در ادواری بوده که از کسی حمایت نمی کرده، یا واشکی می رفته و اول در شهر دماوند رأی خودشو می ریخته. اینها تحلیلی که آقای خاتمی چند ماه پیش انجام داد بسیار به نظر من راه بردی بود که ما بفهمیم در پس ذهن ایشون و عقبه سیاسی ایشون و نیروهای همی اینها که همون کمپ اصلاح طلبان دولتگرا هستن، رفورمیست هستن، که میگه بعد از جمهوری اسلامی جز سیاهی و تباهی و آتش جهنم چیزی وجود نداره. یا اگر بناس اتفاق معناداری برای جامعه بیفته، برای رفاه جامعه، برای منافع ملی، برای آزادی های بقول خودشون مردم سالاری دینی، در همین پکیج و چارچوب باید باشه جمهوری اسلامی. خب وقتی ایشون نگاهش به سیاست و اون سیالیتی که باید روی تکامل جامعه بشری و روی تکامل جامعه ایرانی برمیده بکنم، تکامل خود عرصه سیاست، اون سیالیتی که وجود داره این رو نادیده میگیره و میگه اون برش همش سیاهیه و جهنمه، باید همینجا مون. خب این مسئله این است که نیروهای وسیعی که دور آقای خاتمی هستن، اینها به هر حال بخش بروکرات ها و تکنوکرات های نظام بودن و بخش دیوانی نظام رو اداره میکردن به یک شکلی که همون قبعه ملژیه باشه، و از همون مهمتر خب برحال بحث مشاورین شب از خودشون که برحال یه روحانی اعتقادی به
بعد از جمهوری اسلامی نداره، همونجوری که آقای کروبی هم نشون داد اعتقادی نداره. اگر مشکلی هم با ولایت فنی موجود داره با این ولایت فنی مشکل داره، نه با اصل خود ولایت فنی. اینها به هر حال خودشون رو فرزندان نظام میدونن به یک شکل و باید در این چارچوب باشن، حتی اگر تای کنار اون حتی سفره هم راش میکنن، ولی یه متری سفره باشن، ریز رانت ها و ریز به قول معروف اون چیزی که گیرشون میاد. البته وقتی ما ریز رو میگیم آی دکتر، یه چیزی حدود مثلا دارایی هایی که اینها در درون دولت و رانت هایی که جمع میکنن تقریبا 700 سال میشه خوردش نسبت به سپاه یا نهادهای انتصابی رو ما مقایسه میکنیم، میگیم رابطه کهکشانی و یک رابطه که مثلا داره با مانت میبره، ولی همون مانت برای 700 سال کافیه. به هر حال اینا میخوان نیروها رو داشته باشن و سعی بکنن که به هر حال از سفره انقلاب، از قطار انقلاب پیاده نشن. بارها همیشه در خود نیروهای اصلاح طلب رفرمیست گفتن ما نمیخوایم سرنوشت جبهه ملی و نهضت آزادی نصیب ما بشه، به هر شکل شده با ما در سنجاق کنیم خودمون رو به حاکمیت جمهوری اسلامی. به معنای دیگه ببخشید، به معنای دیگه در هر حکومتی حداقل دلشون خوشه که در سطح مدیران کل 4 تا معاون و بیشتر سفرا، رو سفرا خیلی، چون الان هم آقای روحانی تعداد زیادی سفیر تعیین کرده که به هر حال اینا از ایران میرن بیرون و در دوران سیاه به قول معروف آقای رئیسی حضور نخواهند داشت. حالا نمیدونم تا چه حد این بحثا و گفته ها درست از آب در بیاد، ولی غرضم اینه که واقعا بعضیا به من میگفتن تو کلاب هاسا میشنیدیم، توی صحبت های خصوصی تکسا و غیره، میگفتن ما باورمون نمیشه آقای خاتمی این کار بکنه، چون حالا خود خاتمی رانتی نگرفته یا این چیزا نبوده، ولی یه خواهرزاده ایشون داره 3 دوره 4 دوره وکیل بود، بعد از دوره ششم 3 کلمه ازش در نیامد تو مجلس، یه بار فقط اظهار ارادت به رهبر کرد، دیگه هیچی ازش نیست، آقای تابش. و بعضی از دوستان ایشون هم اینجوری هن، آقای بهزاد نبوی موی سپید و دندونا ریخته میاد هنوز دفاع میکنه. و اینو من قبول دارم که اینا میگن بعد از جمهوری اسلامی جایی برای ما دیگه نیست، ما انقدر خرابکاری کردیم که حکومت آینده به ما جایی نخواهد داد، بنابراین بچسبیم به جمهوری اسلامی که حداقل یه معاونت، یه مدیر کلی، یه دونه مزرعه، نمیدونم یه کارخونه، اداره فلان به ما میده که ما از صحنه خارج نشیم. کاملا با. حالا از سرکار خانم فرانک چالاک سوال میکنم، در نسل شما که شور و هیجان عجیبی با اصلاح طلبان پیدا کردید و من خود شاهد بودم، یه مورد براتون بگم که خیلی جالبه. فرزند پادشاه پیشین ایران آمده بود لندن، لیلا، و موقع انتخابات بود و این بچه ها رو که تو خیابون میدید و شروعش با چشمان اشبار بود، چرا باید این رو کاری بکنم؟ ماها باید الان تو ایران بودیم. یعنی این حالت ایجاد شده بود که همه میخواستن تو ایران باشن و سهمی از اون صحنه ها داشته باشن. برای شما چه جوری بود گذر از اون دوران به احمدی نژاد و بعد به روحانی؟ من خدمتتون عرض کنم، به هر حال از نظر سن و سال خیلی من هم جوان نیستم و اینکه خب به هر حال حدود 18 سال تقریبا به صورت رسمی عضو یکی از احزاب بودم و در سیاست کم و بیش البته دارم هنوز هم میاموزم و حالا توی مراحل مختلف، گروه های مختلف، بله من هم حضور داشتم. اما از یک مقطعی به بعد خب آروم آروم یه سری مسائل مشخص شد. بعد از این که به خصوص آقای روحانی در دور دوم آمدن، خب در دور دومشون عمل کرده ایشون واقعا وحشتناک بود. یعنی هر دوره که مردم اصلا اگر بخوام برگردم به عقب در اصلا ماهیت شکل‌گیری دوم خرداد رو بخوام نگاه کنم، اون زمانی که ما دانشجو بودیم و
توی ستادها بودیم، چجوری چیز میکردیم، اینها همش معلول این بود، علت نبود، معلول اون خواست جامعه بود که ناشی از این بود که حالا یه سری از نشریات روشنفکری بیرون اومده بودن، زنان، جامعه زنان پیشرفت کرده بودن، یه مقدار وارد دانشگاه شدن زنان بیشتر شده بود، در جامعه اومدنشون یکی از خواستگاهاشون بود، یا بخش های مختلفی که حالا به انهای مختلف اینها خواسته هاشون بالا اومده بود. و اون دوگانهی که در اون زمان شکل گرفت، آقای خاتمی و ناطق نوری، خب آقای خاتمی تقریبا یه چهره فرهنگی رو داشتن. حالا با توجه به این پیشینهی هم که خود آقای ناطق نوری داشتن، مردم و با توجه به اون بک‌گراندی که توی این قضیه وجود داشت که زمان جنگ بود و دوره اصلاحات بود، خاطرات اینها، همه اینها باعث شده بود که مردم مطالباتی رو دنبالش باشن. دوی خرداد معلول اون خواستها و مطالبات بود به نظر من، و آقای خاتمی هم وقتی که اومد در اون سطح قرار گرفت، خب اصلا قرار نبود که به این شکل باشه، ولی مشارکت مردم توی دوی خرداد اون شرایط رو رقم زد. اما بحث گفتمان اصلاحاتی که شکل گرفت در اون زمان، بحثی بودش که خب آقای خاتمی خودش طراح این گفتمان نبودن، اینکه خودشون بخوان تئوریسین این گفتمان باشن نبودن ایشون، ولی اومدن و در شرایطی که متولد شده بود این گفتمان، خواست مردم بود، قرار گرفتن و اون رو رهبری کردن. بعد از اون هم خب سیر تحولاتی رو شاهد بودیم. آقای احمدی نژاد وقتی که سال 84 از دوگانه هاشمی احمدی نژاد بیرون اومد از صندوق رای، ناشی از عدم شرکت مردم در انتخابات نبود. به اشتباه برخی از افراد دارن این رو امسال رو دارن مقایسه میکنن با سال 84، در صورتی که ما در سال 84 و دور دوم شاهد این بودیم که اصلاح طلبان با تمام قوا اومدن وایستادن پشت سر آقای هاشمی، اما از صندوق رای به هر حال احمدی نژاد خارج شد. این هم احمدی نژاد سال 84 هم باز دوباره برمیگرده به اشتباهی که اصلاح طلبان در شورای شهر اول آقای ابراهیم اصغرزاده وقتی شورای شهر رو به هم زد و اومد شورای دوم با اکثریت اصولگرایان به روی کار اومد، مولود اون شخصی به نام احمدی نژاد شد که با تمام این تفاصیلی که خدمتتون عرض کردم، خب سال 84 بیرون اومد. باز دوباره مغالطه‌ای هستش که دارن افرادی که استمرار طلب هستن و وضعیت موجود رو میخوان حفظ بکنن دارن مطرح میکنن، مقایسه سال 84 و 1400 هست، در صورتی که انتخابات 1400 به نظر من با هیچ کدوم از دوره‌های انتخاباتی قابل مقایسه نیست، با هیچ کدوم از اینها نمیشه مقایسهشون کرد، چون اصلا ماهیت شکل‌گیری انتخابات 1400 چه از نظر حاکمیت و اون واکنشی که مردم دارن نشون میدن کاملا متفاوت هستش و شبیه هیچ کدوم از این دوره‌ها نیست. بعد از سال 84 هم هر چه که البته آقای دکتر لازم بود بفرمایید من سر شما و بینندگان رو درد نیارم. خواهش می‌کنم. سال 88 خب به هر حال با توجه به شرایطی که احمدی نژاد به وجود آورد، مردم باز دوباره فکر کردن که با اون شرایطی که هستش مردم تصمیم گیر هستن، مردم میتونن انتخاب کنن، اومدن با تمام قوا قرار گرفتن در صحنه و حالا با اون کودتایی هم که صورت گرفت و تقلبی که اعلام شد، خب ما دیدیم که جنبش سبزی شکل گرفت و مردم اومدن در صحنه. خب دیدیم هم حکومت با تمام قوا این جنبش رو سرکوب کرد و نتیجه اون رو شاهد هستیم که در حال حاضر به چه شکل هستش و در چه مسیری هستش. سال 92 بزرگترین خطای تحلیلی اصلاح طلبانی که باز دوباره بقیه افراد مانند من در این دام افتادیم، مغالطه بد و بدتری که همواره مطرح شد و آمدن پشت سر آقای روحانی قرار گرفتن. حالا دوره اول آقای روحانی اگر بخوایم دستاورد برجام رو یکی از حالا مسائلی بدونیم که حالا در اون زمان شکل گرفت، که البته من باز دوباره
در پرانتز عرض کنم خب برجام هم چیزی نبودش که خواست خود آقای روحانی باشه، چون با توجه به اون نواری که آقای ظریف بیرون داد و مستند تاریخی که ما با اون مواجه هستیم و در دستمون هستش، میدونیم که این برجام اصلا یعنی مذاکره کننده خوبی بود آقای ظریف، ولی این که بخواد خودش تصمیم گیرنده باشه یا دولت بخواد تصمیم گیر باشه در این زمینه نبود و میدان تعریف کرده این قضیه را. و این رو هم حالا اگر بخوایم بگیم یه تیم خوبی بودن که در این مذاکره شرکت کردن، تنها دستاوردی که میتونست داشته باشه این بود. خب سوال همینجا نگه دارید، همینجا نگه دارید. ما یک درنگ کوتاهی ضروری است برامون داشته باشیم از هر نظر، همین که یک تنوعی باشه. فردا روز تولد ابی عزیزم و ابی میدونه من چقدر دوستش دارم و دوست قدیمی منه و همیشه محبت داره، وقتی لندن میاد سری هم به ما میزنه. ابی جان تولدت مبارک، با ترانه‌ای که چقدر در من شور ایجاد میکنه. درود بر ابی عزیزم، چقدر زیبا بود. هر روز صدا بهتر میشه ابی، ماشاءالله. شوبرت آهنگ رو ساخته بود و آریا شعر رو، گمانم از بچه های ایرانه، از این شاعران جوانی که موسیقی خارج از کشورم داره ازشون متنعم میشه. خب برگردیم به دو میهمان عزیزم. اجازه بدید خانم فرانک شالک، من یه سوال از حمید جان بکنم، بعد باز برمیگردم به شما صحبتتون رو ادامه بدید. خب ایشون تکلیف خودش رو روشن کرد. 20 سال پیش دانشجو بوده زمان آقای خاتمی و بعدم اون اتفاقایی که میفته، و چقدر خوب تحلیل کرد دوره ها رو، همینجوری تا 92 رسیدیم و بعدش هم به 96. اتفاقا راجع به اون دوره هم ازشون سوال دارم. اما شما به عنوان یک روزنامه نگار، به عنوان یک نویسنده، در برابر این خفتی که بعضی از مدیران به اصطلاح نشریات اصلاح طلب بر خود روا داشتن و ضمن حمایت از آقای رئیسی ادعا کردن که آقا در دوره ایشون روزنامه رو کمتر بستن، نویسنده ها رو کمتر گرفتند، مرتضوی پیداش نشد که دوباره بیاد بزنه بکوبه این کار رو بکن، چی جواب میدید به اینا؟ خود شما که یک رکن روزنامه نگاری متحول شده بودید. بدنه روزنامه نگاران که از اینها براعت جستند بسیارشون و سعی کردن در همین سالها زیر فشار سانسور و سرکوب و بگیر ببند، به هر حال به یک نوعی این رابطه رسانه‌ای رو با جامعه نگه دارن، ولی روز به روز این عرصه داره تنگتر میشه. جدا از این و خیلی از شاید بحث‌های رسانه‌ای و وظایف رسانه‌ایشون رو در رسانه‌های و پیام رسانه‌های مجازی دارن انجام میدن، اما این مسئله رو ما نمیتوانیم به پای جامعه روزنامه‌نگاری متحد ایران بذاریم، بلکه این صاحب امتیازها و مدیران مسئول که عموماً یا وکیل بعضیشون مثل آقای الیاس حضرتی یا اون مدیر مسئول ابتکار، اینها نماینده مجلس بودن، اینا در لیست امید رفتن، لیست امیدی که دوره گذشته آیه فاطمی تایید کرد و در اون لیست امید شما دیدید که از سنگ صدا درآمد، از لیست امید صدا در نمی اومد. اینها در حال بحث رانت ها، یارانه های کاغذی، گرفتن آگهی ها و اینکه به هر حال فرزندانشون شاید در خیلی جاها امتیازات اقتصادی بخوان بگیرن، وارداتی رو بخوان انجام بدن، وامی رو بخوان بگیرن، یعنی این شده یه دکون بازار بیشتر تا اینکه واقعا اون رسالت روزنامه‌نگاری اصیل رو بخوان انجام بدن. ما با پدیده روزنامه‌نگاری، آقای نوروزاد خودتون دیگه پیشکسوت هستی تو این قضیه، روزنامه‌نگاری عصر جدید دیگه روزنامه‌نگاری کاغذی و اینکه شما در خود واشنگتن، در خود ژاپن، در بسیاری از کشورهای پیشرفته روزنامه های کاغذی رو اکولن، بعد هم دارن نشریات الکترونیکی دارد میاد، یعنی باید وصل میشن به سایر شبکه های اجتماعی. اینها این روزنامه های کاغذی در ایران اصلا 10,000 تا مثلا 5,000 تا باشه
نیمشون، یعنی ببینید سرجم آمار ما رو پارسال میدارم خدمتون، شاید 950 هزار مثلا تیراش تمام مجلات و روزنامه‌های ایران داشتن، نیمشون هم برگشت می‌خورد. در این با در این دوران کرونا که به مراتب کاهش پیدا کردن، خیلی هاشون فقط 200 تا 300 تا از روزنامه رو چاپ میکنن، فقط بخاطر اینکه یه دو تاشو به ارشاد بفرستن، چند تاشو به سفارتخونه ها، به وزارتخونه ها بفرستن بگن ما هستیم. ولی عملا اون سهمیه اصلی کاغذی که من صرف نمی‌کنم خیلی زشت. من خبرهایی رو دارم که مدیر مسئول میاد با روزنامه‌نگار و خبرنگار جوان تعهد میگیره، من تذکیر تعهدات قانون کاری نمیره، میگه به شرطی من به تو پول میدم که نشریه به سوداوری برسه. و این واقعا زننده ترین شکل رابطه ایه که داره انجام میشه. به اضافه این که شما ببینید انجمن اصلی روزنامه‌نگاران که تعدیل شده رفته، که زمانی آقای زین‌آبادی بودن، زمانی بزرگان پیشکسوتان روزنامه‌نگاران دوم خرداد بودن، الان این روزنامه‌نگاران تهران که آقای عبدی و کامبیز نوروزی هستن، خب اینا هیچ کدومشون هم به تو تعریف آیین‌نامه خودشون هم بخوای نگاه بکنیم، میگه روزنامه‌نگار کسی است که از طریق روزنامه‌نگاری نان بخورد. اون اساسنامه روزنامه‌نگارانی گذاشته. ولی خب آقای عباس عبدی که از روزنامه‌نگاری نون نمی‌خورد، یا آقای کامبیز نوروزی که یه وکیل است. بنابراین تمام این مفاهیم مغشوش کردن و مغشوش هست اینجا. الان این مطبوعاتی که باقی مونده هیچ گونه مرجعیت و عملیات اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران ندارن و عملا جامعه داره، جامعه موبایل به دستی که 120 تا 50 میلیون گوشی هوشمند داره و نسل جوانی که دیگه هیچ خدایی رو بنده نیست، اینها دارن منابع تغذیه فکری و خبری خودشون، اون علقه‌هایی که دارن یا اون دنیای موازی خودشون با جمهوری اسلامی درست کردن، یعنی دارن به یک سبکهایی دارن زندگی میکنن، به یک سبکهایی دارن میاندیشن، رجوع به ماهواره‌های تلویزیونی، رجوع به سایت ها، رجوع به پیام رسان‌های مختلف بین‌المللی که اصلا در یک دنیای دیگه‌ای داره سیر میکنه. و جمهوری اسلامی فقط با دامن زدن به یک تشرع غلیظ مذهبی و نشون دادن یک سری سبک‌ها از جوانان حزب الله خودش فکر میکنه مثلا جامعه ایران ویترینش اینه. ولی در شما از یه خارجی وارد ایران بشه میبینه نه، واقعا جامعه ایران نسل جوانش چقدر تغییر کرده. این برای من از بس منحرف نشم، من بحث روزنامه‌نگاران میگم، این واقعا لکه ننگیه که اصلاح طلبایی که میان اجماع میکنن که ما وارد نمیشیم، دو روز میگذره یهو میگن آقا یه بند قانونی ما بذاریم که هر کسی میتواند بره خودش از یک نفر حمایت کنه. چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی در آقای همتی شما دیدید؟ آقای همتی چقدر قدرت آقای روحانی رو داره؟ چقدر قدرت حتی آقای احمدی نژاد داشت؟ چه نیروی پشت سر ایشون هست که ایشون بتواند آغاز FATF رو گفته شما اجرا بکنید؟ خب اگه قرار بود رئیس جمهور FATF رو اجرا بکنه که آقای روحانی به مراتب قوی تر از آقای همتی بوده. این مسئله میبینی که این پروپاگاندایی هم که را میندازن به سود به اصطلاح همین جریان اصلاح طلب، طبیعیه که اون بخش رسانه‌ایش هم به هر حال بوی کباب رو میفهمه، بوی آینده میخواد بمانه، میخواد رانت خودش رو نگه داره، میخواد به یک شکلی به هر حال در اون رای دادن به آقای همتی دهنکجی با آقای خامنه‌ای نیست. اون هم میخواد بگه من هنوز کنار سفره انقلابم، هنوز از جمهوری اسلامی عبور نکردم، بچه نظام هستم. حالا به تعبیر اون اسطوره‌ها بچه فضولای نظام بودیم بعضی جاها، ولی به هر حال بچه نظام هستیم. بخش رسانه‌ایشون هم خیلی راحت میان چیز عوض میکنن. آقای مدیر مسئول ابتکار میگه که بعد در دوره‌ای که ایشون رئیس سازمان بازرسی کشور بودن، آقای خاتمی گفتن این خیلی به اصطلاح با ما همکاری کرده. یا در خاطرات آقای خاتمی رفسنجانی هست که آقای رئیسی خیلی دفتر من میده. یعنی واقعا حالت تهوع آوری که یعنی من فکر میکنم من بعد از آمدن آقای رئیسی اینها درست داره کاغذها رو میگیرن یا آگهی ها رو میگیرن، ولی به شدت از اون جردی هم که نسبت پایگاه رأی نیروهای اسلام طلبی داشته مشروعیتشون کاملا متلاشی میشه و نشون داد که اصلاح طلبی دولتگرای روخورمیز، اصلاح طلب یعنی فرصت طلب. باید فرصت رو بفهمه ببرد. آصفی عزیزم، من فقط یه مثال برات بزنم. در قبل از انقلاب ما این همه روزنامه‌های رنگ و رنگ نداشتیم، ولی
نویسندگان با شرفی بودن در همون تعداد اطلاعات و کیهان و آیندگان و بعدن رستاخیز هم اضافه شد. یه مدت روزنامه مردم که زندیات سالهیار به تیراژ بسیار بالایی رسوندش. شما شرافت قلم فروختنی نبود، معدود پیدا میکردی، خیلیشون هم از بازماندگان حزب توده بودن که در این شعار دادن سرشون توی وزارتخونه بند بود، یه حقوقی هم میگفتن که بعدها اصلا سواک در اومد. ما دیدیم اینا که اینقدر شعار میدن 300 تومن در ماه 400 تومن میگرفتن و چقدر بی اعتبار شدن. اما روزنامه‌نگار اعتبار داشت، حرمت داشت. شما تلفن رو برمیداشتی به یک وزیر یا به یک وکیل مجلس یا کسی زنگ میزدی روت حساب میکرد، چون میدونست نوشته ای تو تأثیر گذار. ولی الان واقعا من روزنامه رو میبینم افسوس میخورم که این دوم خرداد یک نهضتی شد، یه سری روزنامه اومد بیرون. من همیشه به دوستان میگفتم خوشحالم ما تو این 2400 امدادی 400 متر ما نتونستیم این چوبو به نسل بعدی بدیم، ولی خدا رو شکر اینا اومدن. اون همه بچهای حتی پسر رفیق دوست سعید مطالبی مینوشت که من هضم کردم. ولی الان مرگ روزنامه نگاری در ایران رو میبینم، مرگ به معنای واقعیه. اصلا باورم نمیشه که بعضی از اینا که یه موقعی برای خودشون اعتباری داشتن، قلمی داشتن، یه دفعه روزنامه شرق رو میدادن بیرون با سرمقاله های جالب. اسم زیدآبادی عزیز رو آوردی که خیلی براش احترام قائلم، ولی تموم شد. یک کلمه اگه از خط قرمز عبور بکنن خلاص. حالا میام خدمت فرانک خانم چالاک، ادامه بدید اون قسمت آخر روحانی رو. بله، سال 96 که دوره دوم ایشون بود، خب باز هم اون اشتباه رخ داد و در مغالطه بد و بدتر همیشگی، یه تکرار همیشگی که دور باطلی هستش و بود، یعنی من فکر میکنم تا امروز که نقطه عطف تاریخی بود، این مغالطه باز دوباره ادامه پیدا کرد و ایشون رو به عنوان حالا شخصی که اجاره‌ای بودن اصلاح طلبان آوردن و به عنوان یک نماینده نامزد اصلاح طلب در مقابل آقای رئیسی اون دوره هم قرار دادن. باز دوباره مردم رفتن، ولی در این دوره خب آقای روحانی تمایل خودشون رو به سمت قدرت و باقی ماندن در کنار قدرت رو نشون دادن و از مردم بسیار فاصله گرفتن، از خواستهای مردم بسیار فاصله گرفتن. خب تبعاتی هم که داشت از تقریبا همون سال اول آغاز شد، سال 96، دی ماه 96 که واقف هستیم، که خب اعتراضاتی شکل گرفت و تقریبا هم گسترده بود. منتها در عدم شرایطی که وجود داشت، ما خبرنگاران مستقل نداریم، روزنامه هامون ساپورت نمی کنن اطلاعات و اخبار رو، یعنی نمیتونن همون کار رو بکنن. اون تیغ بزرگ سانسوری که بالای سر این عزیزان قرار دادن، اونهایی که واقعا شرافتمندانه میخوان کار بکنن و خبررسانی بکنن، قلمشون براشون مقدس هستش، اونها هم نمیتونن این کار رو انجام بدن. در حال این موضوع ولی تو فضای مجازی و جاهای مختلف پیچید و سر و صدای زیادی کرد تا رسیدیم به مقطع بحرانی آبان 98 که با اعتراضی که ناشی از بالا بردن قیمت بنزین، ببینید بحث معیشت مردم از یک طرف خب حالا به بحث تحریم ها گره میخورد، تحریم ها خب میدونیم بی تأثیر نبوده در این مسئله، از طرف دیگه خب اون مبالغی که از سفره کشور و منافع ملی کشور صرف نیروهای دیگر در کشورهای دیگر، جنگ‌های نیابتی و حضور ما در منطقه، ما منظورم حاکمیت هست، انجام میشه. خب اینها باعث شده بود که و شده در حال حاضر هم همین ادامه داره،
که سفره مردم کوچک و کوچکتر بشه، که بالا بردن قیمت بنزین که میدونیم تبعات اون در قسمت‌های مختلف سفره‌های مردم تاثیرگذار هستش، مردمی که در فقر، بیکاری و اون مشکلات اقتصادی که بحران‌های فراوانی رو به وجود آورده و الان شاهدش هستیم که تقریبا داریم میریم به سمت فروپاشی اقتصادی، و یا اصلا بعضی ها که معتقد هستن در فروپاشی اقتصادی قرار داریم در این خانم سرکو. خانم چالاک، چون وقت ما خیلی کمه، اجازه بدید من یک سوال رو از هر دوی شما بپرسم. سوالم در اینه، فردا اگر اعلام شد آقای رئیسی برنده انتخابات، آصفی عزیز چه خواهد شد؟ چه انتظاری داری؟ زمانی گفتن دیو چه بیرون رود فرشته در آید. ما چه اتفاق ویژه‌ای رو نمیتونم بگم. اگر قرار بود ایران کنن کره شمالی و خلافت اسلامی و اینکه تمام جامعه مدنی رو درب داغون بکنن و ایران سوره‌ای بشه، که اتفاقا در قوه قضاییه جاش بود، نه در قوه مرجعیه، یعنی در قوه قضاییه است که الان همین فیلترینگ فضای مجازی تلگرام و توییتر در خیلی جای دیگه که البته خود آقای رئیسی داره استفاده میکنه، بهترین جاست با قوه قضاییه است. و الان قوه مرجعیه که قدرتی نداره که بخواد مانع از اقدامات هسته مرکزی قدرت بشه. خب شما در واقع این رو یک گزینه ناموفق میدونید، به عبارت دیگر فرقی نمی کرد، اما در اون چیدمانی که از بالا آدم نگاه می کنه، چون مسئله جانشینی خیلی مطرحه، اینه که یک عمامه سیاه سید در اینجا جایگاه بالاتری از جهانگیری و آقای علی لاریجانی بی عمامه و همین آقای عبدالناصر داره. اجازه بدید اینو من از خانمم بپرسم، چون وقتی، چون یه سوال دیگه هم دارم. خب بگید شما نظرتون چیه؟ توجه به اون مهندسی که انجام گرفت در این انتخابات، من فکر از نظر روی کرده اینها تفاوت خاصی داشته باشن. حالا اگر از صدای شما قطع میشه، البته من بهتون بگم امروز در 12 نفر از ایران به من زنگ زدن تو این فاصله ها یا تک زدن، بیشترین پارازیت ممکنه در تاریخ روی ایران فردا در همین زمان بود، در همین زمانی که الان با هم داریم صحبت میکنیم. بنابراین خب اگه صدای شما هم دچار تزلزل میشه میبخشید، ارتعاشات و غیره، ولی در حال عملا شما پیامتون رو دادی. 2 تا 1 دقیقه وقت داریم. آقای حمید خان عزیزم، فکر کن معجزه اتفاق افتاد، اصلا زمین و زمان به هم ریخت، فردا صبح عبدالناصر همتی اعلام شد پیروز شده، یا انتخابات به دور دوم رفت، آقای سبزوار رضایی هم داره میره دور دوم، چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی میکنه؟ نه به اعتماد من، اولا حاکمیت این اجازه رو نخواهد داد. اون تحولات درون جامعه ایران دیگه به این سمت میره که اگر به احیانا به سمت دور الان با این ترفند اصلاح طلبایی که مادم پشت سر آقای همتی گفتن که ما میتوانیم این نظر سنجی کردن که این میرود به دور دوم، و در دور دوم مردم به لش میفتن، برای روکنپانی میان پشت سر آقای همتی و اونو میارن. حتی اگر این نظر سنجی شما هم درست باشه و بتونن این آرایش سیاسی رو به هم بزنن، باز این اتفاق به نظر من نمیفته. جامعه بگید خانم فرانک هم بگن، چون وقت نداریم، فقط شما هم بگید اگر چنین اتفاقی افتاد چی میشه، برای شما چه فرقی میکنه؟ چون حاکم نمیکنم. بفرمایید. نه من نمیدونم. بفرمایید. من فکر میکنم به حال مردم تأثیری نداره. مردم همونطور که امروز تحریم کردن، در دور دوم هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اما اینکه فکر نمیکنم حاکمیت اجازه این رو بده که به مرحله دوم بکشه این قضیه. ممنونم. عالی. بسیار خوشحال شدم در خدمتتون بودم. کاش زمان بیشتری داشت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق 2 میهمان عزیزم
تاجی داره بعدی، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم و فردا می دانم سربلند خواهید. Thank you.